بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم صل على مولانا علی ابن موسی الرضا صلاتا لا یغوا على احصائها غیرک. السلام علیک یا زوجت وصی رسول الله. السلام عليك يا عزيزة الزهراء عليها السلام. السلام عليك يا أم البدور السواطع فاطمة، فاطمة بنت حزام كلابي الملقبة بأم البنين وباب الحوائج. گفتم أم البنين دلم پا شد، گره هایی که داشتم وا شد. شب ارتحال بانوی عزیزه و بانوی بزرگوار و کریمه ایست که امیر المؤمنین خیلی بهش احترام ویژه‌ای می گذاشتن. مادر چهار فدایی ابی عبدالله الحسین علیه السلام، از هر کجای عالم و ایران مقدمه دعای توسل تو حرم امام رضا جان اومدید. حوائجتون مد نظر باشه، منم به نیابت از همه تون چند جمله رو عرض کنم و دعا رو شروع کنم. گفتم ام البنین دلم پا شد، گره هایی که داشتم وا شد. مادر آب را صدا زدم و خشک سالم شبیه دریا شد. سوره هم نظر او کردیم، گم شده داشتیم و پیدا شد. با ادب بود روی دامانش تا گل نازدانه ای جا شد. به مدینه نگفت مادر شد، گفت مولای شهر بابا شد. با کنیزی خانواده عشق در دو عالم عزیز زهرا شد. خادمی کرد تا که عباسش از ازل تا همیشه آقا شد. همه بچه هاش عیسایند، گرچه عباس او مسیحا شد. در زد در خانه حضرت ام البنین و ابوالفضل در مدینه کیس کوبنده در. گفت سائلی هستم، هر ساله می اومدم آذوقه به می دادن، چیزی می دادن. زود مادرشون حضرت ام البنین سلام الله علیها به زنها فرمودن هر چه زیورالات دارید دم دست، در همیانی کردن آوردن دادن به مرد سائل. دیدن داره گریه میکنه، گفت من نمیرم، باید روی صاحب خانه رو ببینم. من بهانه بود برای آمدن که دستمو دراز کنم، میخواستم
صورت ماه قمر بنی هاشم عباس رو ببینم، صدای هق هق گریه زنها و مادرشون بلند شد. آی مرد سائل، دستانی که به تو خدمت می کرد و تو کربلا قلم کردند و بریدند، امشب امام رضا جان و به اون دستای بریده قسم بدیم آقا، به دستانی که خیلی آبرو داره در خونه خدا، از خدا بخواه برا رفع مشکلات این مردم، این ملک و مملکت، مخصوصا رفع این بلیه و بلا، آرامش دوباره برگرده به مردم ایرانمون. حوائجتون مد نظر همه با هم، با دلای آماده که یقین دارم خیلیاتون هم اشکاتون سرازیره، هر حاجتی دارید به نگاه کریمانه این امام مهربان و به دستای بریده علمدار کربلا و مادر مکرمشون حضرت فاطمه ام البنین متوسل بشیم و انشاء الله حاجت روا باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا فاطمة الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله، یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله
و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا عبد الله یا حسین ابن علی ایها الشهید یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا عبد الله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا الحسن یا موسى بن جعفر ایها الكاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله
اشفع لنا عند الله یا امام رضا. به زائران تو نازم که با غم دو جهان، زائران تو نازم که با غم دو جهان، آقا به یک نگه که به قبرت کنند مسرورند. خدا رو شکر میکنی که این نگاه رو از ما نگرفتی امام رضا جان. اگرچه دوریم ازت، اما در شبان روز به بهانه های مختلفی از قاب رسانه میایم تو حرمت، یکم دلمون آروم میشه. ایشالله به زودی همه تونو ببینم. سراتون رو به پنجره فولاد آقا جان گذاشتید و دارید با آقا نجوا میکنید. یا ابوالحسن یا علی ابن موسی، ای یا هر رضا یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا استشفعنا توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. یکی از بهترین و یکی از مهمترین حاجات هر کی بیننده است همینه. زیر لب میگه آقا جان به زودی دعوتم کن بیام تو حرمت، از نزدیک حرفامو بزنم، دلم تنگ شده برای این حرم. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا ابا جعفر یا محمد ابن علی، ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا ابوالحسن یا علی ابن محمد، ایها الهادی النقی یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یا ابا محمد یا حسن ابن علی، ایها الزکی العسکری یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا استشفعنا
و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله مولای من شعر قدیمی خیلی ها بلدن با من آروم آروم میتونن زمزمه کنن یا ابن الحسن گفتم منم در میزنم آقا جان گفتی به تو سر میزنم چرا پس آقا نمیای قربونت بشم اوضاع ما رو که میبینی ابن الزهرا موقعیت دنیا رو که بهتر درک میکنی دیگه بس آقا جان زای جمله اونم آیه قرآن اشاره کنم یا ایها العزیز ببین خسته حالیم حرف دل خیلی از بینندگان همینم خیلی ها با گریه دارن این جملاتو میگن یا ایها العزیز ببین خسته حالیم چشمان پر ستاره و دستان خالیم شام فراق سوره واللیل خوانده ایم یوسف ندیده اوف لن الکل خانده ایم تو حرم امام رضا جان یه قسم بدم و ادامه یه توسل و با هم زمزمه کنیم آخه خودشون فرمودن به اینجا که رسیدید هوایجتون از خدا بخواین معلومه این قسمت قسمت حساسیه به استجابت دعا نزدیکه چیکار کنیم زود مستجاب کنن دارو یه راه میون بره اونم اشاره کنم امام رضا جان بانی این راه شده بگیم آقا به اون آقای غریبی که خودت سلام دادی شب ارتحال حضرت ام البنین بذارید بگم این عبارت مال امام زمانه که فرمود السلام على الاعضاء المقطعات سلام بر او قطعه قطعه بدنهایی که رو زمین افتاده بود مراد تو کربلاست السلام على الرؤوس المشالات حسین حوائج مد نظر باشم با هم یا سادتی یا امولی یا الله یا سادتی و موالی انی توجهت بکم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الله
فتوسلت بكم الى الله واستشفع الى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين لعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمین رب العالمین. نزدیک ساعت عاشقی دست راستمون رو قلبمون بذاریم سمت مشهد امام رضا و زمزمه کنیم اللهم به نیابت از همه اونایی که دلشون تو این حرمه و به نیابت هر کسی در عالم یه بار مهمان این حرم بوده و سر به تیره تراب برده شهدا عزیزمون مراجع گذشتمون امام راحلمون همه دلدادگان به این حریم مقدس همه با همه رو شریک کنین مخصوصا عزیزانی که بیمارستان ها گرفتار بیماری هن. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضا الامام التقی النقی و حجت کعلا من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك هم باهم بمولاتنا فاطمة الزهراء استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فرج آقام معجل بفرما موانع ظهور حضرتشون برطرف کن از سایه حوائج همه بینندگان به نگاه کریمانه امام رضا اگر به مصلحتشون هست کرامت بفرما شهدا امام عزیز مراجع گذشتمون متعالی روحشون متعالی بگردان به حق امام رضا پرچم این انقلاب به دست جانباز رهبر عزیزمون تقدیم صاحب اصلیش امام زمان بفرما شر این بلا و این ویروس و از این ملک و مملکت دور کن مریضامون ملتمسین دعا مجروحین معلولین بیماران اعصاب و روان هر کی در عالم مبتلا بیماری مخصوصا محبین امیر المؤمنین لباس عافیت بپوشان غفر الله لنا و لکم الفاتحه مع الصلوات